سلام خدمت عزیزان و خداوند و خدا رو شکر میکنم برای تک تک شما. من امید هستم قبل از این که ایمان بیارم به عیسی مسیح، خب من در بچگی شرایط زندگی اینطوری بود که پدر و مادر خودم رو از دست داده بودم و توی یک پرورشگاه بزرگ شدم و کاملا در یک مکان اسلامی که احکام شریعت رو هم به خوبی یاد گرفتم اونجا و هم به خوبی اجرا میکردم، و از این طرف که من همیشه اون محبت پدرانه و مادرانه ای که همه بچه ها داشتن من نداشتم و محروم بودم و دلم همیشه به دنبال خدا میگشت و همیشه دوست داشتم که در این خلای محبتی که دارم خدا رو بچشم و ببینم که این خدا کجاست و با این خدا راز نیاز داشته باشم. و اینطور که سالها گذشت و من با یکی از دوستان عزیزم توی همون شهری که زندگی میکردم آشنا شدم و اون منو با عیسی مسیح آشنا کرد. و یادمه که اولین آیه ای که از کلام خداوند یاد گرفتم این بود که در مکاشفه یوحنا باب 3 آیه 20 میگه من پشت در ایستاده و در را میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم و با او غذا خواهم خورد. و نیز این بود که عیسی مسیح وارد قلب من شد و من اون شب با دوست عزیزم زانو زدیم و دعا کردیم و من توبه کردم و گفتم خدا رو شکر که خدایا تو خودتو به من آشکار کردی، تو خدای پدر هستی، خدایی که من سالها دنبالش میگشتم و دوست داشتم که او رو پدر صدا بزنم. و احساس کردم که خداوند با قلب من صحبت کرد و منو پذیرفت. و این بود که همانطور که کلام خداوند در یوحنا باب 6 آیه 35 میگه عیسی گفت من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد شد. و این بود که قلب خودم رو به عیسی مسیح دادم و همونطور که خدا منو انتخاب کرده بود از ازل و میگه که شما برگزیدگان هستید، من خادم خداوند شدم و الان دارم سالها برای قوم افغان و قوم ایرانی خدمت میکنم و حدود توی چند سال اخیر حدود 300 خانواده افغان رو من تعمید دادم و خدا رو شکر میکنم. جلال بر نام عیسی مسیح که عزیزان بسیاری از طریق من کلام خدا رو شنیدم و این فیض خداوند بود که آنها جانهایی که گم شده بودن مثل من و دنبال حقیقت بودن خدا رو پیدا کردن و خدای حقیقی رو پیدا کردن. و این بود که اینطور بود که من برای ادامه خدمت و تعلیمات خودم با شبکه 7 آشنا شدم و این بود که اونطور که شبکه 7 ازش یاد گرفتم چطور از عطایای خودم در خدمت استفاده کنم، چطور وارد دانشگاه 7 بشم، از همه عزیزانی که خدمت میکنن در این شبکه، از کشورموز عزیز، از عزیزان دیگر خادمین خداوند که با دل و جان خدمت میکنند و مژده کلام خداوند رو به گوش همه میسپارن برای اونها در دعا هستیم و خداوند به زندگی و خدمت اونها برکت بده. و پیغامی که من امروز به همه عزیزانی که صدای منو میشنون، اونایی که دنبال خدا هستن، اونایی که میخوان که با خدای پدر آشنا بشن، من یکی از کوچکی طعم محبت پدر و مادر رو نچشیده بودم و خداوند وارد زندگی من شد و میگم که ناامید نباشید، خدا هم پشت قلب شما ایستاده و دوست داره که با شما صحبت بکنه. او فرزندان خودش رو دوست داره و اونها رو میخواد در آغوش بکشه، همونطور که کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خداوند چقدر نیکوست، خدایی که قادر مطلق، خدایی که پادشاه این جهانه. اون میگه منو امتحان بکنید و بیایید ای عزیزان، ای تمام زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیاید و من شما آرامی میدم. و دوست داره که همه شما عزیزان به حضور او برید، به نام عیسی مسیح ایمان بیارید تا حیات ابدی و جاودانی داشته باشید. شکر برای شما و خداوند به تک تک شما عزیزان فیض و برکت بده. آمین.